به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبین گرامی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بریم سراغ تحلیل. به نظر حماس و مردم فلسطین به پیروزی نزدیک شدن و یک قدم مانده این معجزه مقاومته. اتفاقاتی داره رخ میده و این تبعات خیلی سنگین است برای اسرائیل. بریم ببینیم تو این 8 ماه چه تبعات رو اسرائیلی ها دادن. اولین مسئله که اتفاق افتاد بعد 7 اکتبر خیلی قابل تأمل هست، این هستش که پولیتیکو ادعا میکنه بیش از 60% نیروهای حماس همچنان زنده هن. بعد از 8 ماه بمباران و جنگ و این همه آتشی که بر سر مردم فلسطین در غزه ریخته شد و جنگ های تن به تنی که با نیروهای حماس داشتن، هنوز 60%شون زندن و به ادعای پولیتیکو کلی هم جذب نیروی جدید انجام داده. مسئله خیلی مهمیه. می به این صورت که شما حداقل با حماسی رو برای هستید که میتونه شاید 1 سال 2 سال ادامه بده. پس از بین بردن حماس برای اسرائیل غیر ممکن شده. نکته دوم، سیاستگذاری نتانیاهو از بین بردن حماس بود. پس در بالاترین سطح در سیاستگذاری و عدم رسیدن به اون شکست خوردن. حماس هست، پا به جای. امروز هم خیلی این دیدگاه، این ایدئولوژی با توجه به جنایاتی که اسرائیل کرده توانایی جذب نیروی بیشتری هم پیدا کرده. از هر فلسطینی در غزه حتما هستن که یک یا همه خانوادهش از دست رفته، وابستگانش، و این جریان مقاومتی ایجاد میکنه در دل مردم فلسطین و این رو تشدید میکنه. مسئله بعدی بحث لاهه هست. دیوان لاهه دادستانیش اعلام کرد که خواستار اعلام مجرمیت نتانیاهو گالان شده. یعنی اتفاقی اگر پوتین رقم خورد و حالا به هر کشوری سفر کنه دستگیر میشه، به جز چند کشور محدود که داره میره میاد، مثل ایران، مثل چین، تکوتو کشور آسیای میانه میره، ولی تو هر کشوری دیگه نمیتونه بره، دستگیر میشه. حالا با درخواست دادستان و به زودی اعلام حکم، عملا نتانیاهو گالانت باید تو همین جغرافیای اسرائیل بمونن، جایی نمیتونن برن. و چه جالب، آلمان هم امروز اعلام کرد با فرانسه که اگر لاهه این حکم رو بده ما رعایت خواهیم کرد، پایبند خواهیم بود. نمیشه که تمام سازوکارهای نهادهای بین‌المللی شما بخاطر اسرائیل بیای بی اثر کنی. شما تصور کنید مثلا که شما اروپایی نپذیرن دیگه، خب لاهه معنا نداره، از سپهدوش از دست میره، پس دیگه در تو با پوتین هم هیچ معنی نداره. و اون بعد آمریکایی‌ها چه واکنشی داشتن؟ مثلا هی بایدن اصرار داره که نه، اسرائیل جنگی نکرده، ولی به نظر میرسه به جز بایدن و بلینکن تقریبا همه دنیا قبول دارن که این جنگی در بدترین شکل اتفاق افتاده و خود اونها هم سهم داشتن. و از طرفی جانسون رئیس مجلسشون اومد گفت یعنی چی؟ اصلا ما تحت فشار میذاریم، مصوبات رو تصویب میکنیم بر علیه لاهه، اگر اینجوری باشه فردا هم نوبت خود ما میشه. آهان، بله، نوبت خود شما هم بد بشه، شما هم جنایت کردی توی عراق، بیش از 1 میلیون کشته، اصلا عدد خیلی بزرگه 1 میلیون. جنایت شما خیلی فجیح‌تر از جنایت اسرائیلی هست. پس از این ور کشور اروپایی یک به یک دارن میپیوندن به پذیرفتن حکم لاهه. عملا نتانیاهو دیگه هیچ جا نمیتونه بره با گالانت. این خیلی خطرناکه براشون و مسئولین دیگه ای که این حکم میتونه بر علیهشون دونه به دونه اضافه بشه. نکته بعدی که داره اتفاق میفته و شکسته اسرائیلی ها رو رقم میزنین هستش که 3 کشور اروپایی فلسطین رو به رسمیت شناختن، اسپانیا، ایرلند و نروژ. و تو اون کنفرانس نخست وزیر ایرلند میگفتش که ما فکر میکنم به زودی شاهد با توجه درخواست جامعه مدنی
شاهد افزایش این کشور در اروپا خواهیم بود که فلسطین رو به رسمیت بشناسن. و ما در تو بلوک غرب داریم صحبت میکنیم، تفاوت میکنه. ما راجع به اسرائیل صحبت میکنیم که حالا بلوک غرب همواره حامیش بوده، بیشترین لابی رو جریان صهیون توی کشور اروپایی داشته، اما باز میبینید زنجیروار این داره انجام میشه. ایدئولوژی اونها دموکراسی، گفتمانهای مدنی، حقوق بشری، خب اصلا نمیشه، شکست مطلقه. این بحث هشت ماه برای اونها یک فاجعه رقم خورد، دستشون خالی بود. دیدم نخست وزیر مالزی تو مصاحبه گفت دیگه واقعا تو میدان هم اثبات شده که شما فقط دم از حقوق بشر میزنید و این یک استاندارد کاملا دوگانه است. یعنی ویچهه افتاده. خب این هم یک موضوعی هست، یعنی کشورهایی که دارن فلسطین رو به رسمیت میشناسن. و یه مسئله بزرگ دیگه هم رقم خورده که بلینکن گفت توپ در زمین اسرائیله و در حالت عادی‌سازی عربستان کشور عربی با اسرائیل. یه مسئله هم مطرحه از اون عملیات 7 اکتبر. یه ببینید الان شاید خیلی بهتر درک میشه. عملیات 7 اکتبر طراح و مهندسش هر کی بود یه عجوبه بود. الان عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل گره خورده به پذیرفتن کشور فلسطین. پذیرفتن کشور فلسطین برای اسرائیل یعنی تمام شدن اسرائیل، یعنی خداحافظ اون ایدئولوژی، خداحافظ اون همه در واقع آرزوهای بزرگی که میپروروندن برای تسلط بر منطقه و و و تموم میشه. حالا باید با اسرائیل روبرو هستید که جغرافیای محدوده، باید برگرده و حالا آروم آروم کشور فلسطین شکل میگیره و اینا میبلن اسرائیل رو در آینده. یک شکست مطلقه. و بلینکن گفت توپ در زمین اسرائیل. 7 اکتبر باز شد این کشور عربی مجبور شن بحث کشور فلسطین رو در اولویت قرار بدن، بحث غزه رو. پاسخ خوب مردمشون باید باشن. خب این اون چیزی که به نظر میرسه اینه که اسرائیل ها عقب نشینی کردن از عادی سازی، حاضر نیستن به بهای عادی سازی کشور فلسطین رو بپذیرن. یعنی اون ائتلاف در پی صلح ابراهیم پروژه عرب مد عملا رفت کنار. این قدرت محور مقاومت. وقتی من میگم بدون منافع ایران، بدون لحاظ کردن منافع ایران، طرح بیاد توی منطقه عاقبتش چی میشه، همینه. این چه بلایی سر اسرائیلی اومده. 8 ماه اسیر تو توی بخش شمالشون سمت لبنان، شرق نشینا اومدن توی هتل ها، شرق نشینا نزدیک غزه آواره کلی کشته دادن. حالا کشور فلسطین داره به رسمیت شناخته میشه از سوی غربیا، حکم دادگاه لاهه داره میاد برای بازداشت نتانیاهو گالانت. بیش از 60% حماس هنوز سرپای، تازه جذب نیرو هم میکنه، آبرو حیثیت رفته، کلی ضربه های اقتصادی خوردن، کنترل آبراه ها دست غرب خارج شده، افتاده دست محور مقاومت، عادی سازی روابط از بین رفته. و حالا کشور اروپایی هم میگم از دادگاه لاهه هم تبعیت میکنیم اگه اتفاق بیفته، نتانیاهو جایی نمیتونه بره. دیگه این کشور باید تو چه وضعیتی قرار بگیره که شما پیروزید؟ فلسطینی‌ها پیروز شدن. تو چه وضعیت شما تو به فلسطینی بگی پیروز؟ دارن کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن. این مقاومت هست که میتونه در مقابل اون سطح از ظلم غرب پیروز بشه. الجزایر این کار کرد. ما 44 سال 5 سال داریم این کارو میکنیم. بارا صحبت کردم ما تو این چند صد سال اخیر چه وضعیتی داشتیم. واقعا وضعیتمون افتضاح بود. شاهی پس از شاهی دیگر 10 سال 6 سال 3 سال میومد و میرفت. عملا استقلال و امنیت و عزت این کشور رفته بود، آبرویی نمونده بود. خب شما حالا تصور کنید اسرائیل تو چه وضعیتی قرار گرفته. بعد دوست دارم اون آقایینی که میگفتن آقای ندیمی قصد دارم الان میگیره، شما فقط حرف مفت میزنید، ادعایید، دیدید اسرائیل حماس رو برد از بین برد، رفح رو هم گرفت. کو
من هم از روز اول محور مقاومت و قدرت و توانمندیش رو تا این سطح نمیدیدم. هممون یاد گرفتیم توی مدت چه اعتقادی باید داشته باشیم روی این گفتمان مقاومتی و چه چیز عجیبیه، چه قدرتی در دل خودش تولید میکنه، متولد میکنه. برای چی میگم اسرائیلیا بیچاره شدن؟ چون کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، حالا با کشور فلسطین روبرو هستن که روحیه خودشو بازیابی کرده، با کشور فلسطین روبرو هستن که مقاومت رو نهادینه کرده از جنس محور مقاومت ایران در دل خودش، نه پرتاب سنگ. یعنی تکنولوژیک روش کنیم، توازن برقرار کنیم در مقابل دشمنم. و و این فلسطینه مگه یمن دیگه در مقابل عربستان میتونه اون کشور ضعیف حساب شه که عربستان بیاد بزنه؟ تمام شد، توازن قدرت برقرار و حالا به نفع انصار یمن اومد. این هم در حد حماس تکرار میشه و اگه بخوان اینطوری ادامه بدن شاید سالها بعد بجنگن و توانشو نهارن. تبعاتش خیلی گسترده شد، خیلی زیاد شد. بی خود نیست که یا لاپید میگه بابا نتانیاهو داره ما رو بدبخت میکنه، بیا رو گم شو و استعفا بده، بذار ما یا آتش بس اعلام کنیم، اون اسیرا رو برداریم بیاریم حلش کنیم بره. داره میبینه به چه سمتی دارن میرن. این فاجعه است. ببین بوتش میشکنه. این که نتانیاهو گالانت جنایت جنگی در اسرائیل، جانسون رئیس کنگره آمریکا چی گفت؟ گفت فردا بر علیه ما میخوان صادر کنن. آره میکنن، اون بوتش میشکنه، مهمه. آره میکنن با این دست فرمون، با اون جنایت هایی که تو عراق افغانستان کردید الان بده کنید. همین امکان داره. کشورها الان میزانی از میل به استقلال بیشتر واسه منافعشون دارن دنبال میکنن. امروز رو لاحه ببینید چند کشور اومدن پشت آفریقای جنوبی ایستادن. یهو میبینید 100 تا 200 تا کشور میان در پشت مثلا یک کشوری مثلا آفریقای جنوبی میستن بر علیه آمریکا. میشکنه قبهش دیگه، قبه آمریکا میشکنه. اتفاقی که نتانیاهو احمق رقم زد این بود. یعنی الان اسرائیل توی وضعیتی قرار گرفته دیگه قبهش شکسته، هر کدومشون بخوام بیان در مقابل ایجاد فلسطین یا مثلا فشارها روی غزه و اینا جنگ افروزی کنن، همین اتفاق باشه. میره هر جای دنیا برن بعد دستگیر شن، جنایت جنگی کردن، بعد تو دادگاه محاکمه شن. این پیروزی حماس و مردم فلسطینه، این پیروزی مقاومته، این شکوه، بذار اینطوری بگم، این شکوه آفریده یا آش یه کلمه خوب پیدا کنم، این شکوهی که امروز حماس و فلسطین به دست آوردن، بخش عمده ایش ایمان و پذیرفتن جنس محور مقاومتی ایران. حرف گوش دادن. قبلا حرف گوش نمیداد حماس. قبلا هم رفت دامان عربستان، ترکیه، این برنامه ماجراجویی میکرد، ولی این بار رفتن دوراشون رو زدن اومدن و فهمیدن که ایران تنها کشوریه که میسته به پاشون، توانمندشون میکنه. خدا رحمت کنه آقای امیر عبداللهیان رو، چقدر بعد از هفت اکتبر فعال بود، چقدر زحمت کشید برای اینها. یک سر دیپلماسی، جلسه جلسه جلسه، رفت اومد رفت اومد. ما هم بهای کمی ندادیم بابتش، استادیم برای حماس و فلسطین. این چیزیه که کشورهای دیگه منطقه هم دارن میبینن، جریانهای مقاومتی دیگه منطقه تا آفریقا هم دارن میبینن. دیگه حریفی چقدرتر از اسرائیل که ندارن اونا. جنرال برهان دیگه حریفی چقدرتر از اسرائیل که نداره در مقابل حماس هست. در نزدیکی ایران بازی کردن، این پیغام برای جنرال برهان هست که اگه من با ایران ببندم و به این پیمانم و توافقم پایبند باشم، هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه من رو بزنه کنار، چون ایران پشت منه، چون ایران یک تصمیم بگیره میمونه. آقای پوتین چی گفتش تو این پیغامی که فرستاده بود برای رهبر جمهوری اسلامی توسط معاونش؟ گفت آقای رئیسی جزو کسانی بود که اگر توافقی با ما میکرد خیالمون راحت بود که اون توافق از سوی ایران انجام میشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ایران تحت تاثیر غرب و شرق نیست.
تصمیم بگیره اجرایی میکنه، پایبندی داره به این جریان ها و به نظر میرسه که خیلی نزدیک شدن به پیروزی. و نتانیاهو چقدر دیگه میخواد با این دستورمون ادامه بده؟ حکم بازداشتش اومده که تو اروپایی هم مجبورن قبول کنن اگر نخوان تبعیت کنن، اساس لاهه سقوط میکنه و اینها، سازمان ملل، شورای امنیت، لاهه، اینا سازوکارهایی است که خود غربی ها ایجاد کردن برای در واقع تسلطشون بر دنیا. اینا ابزارهای مهمی از طریق لاهه، از طریق در واقع همین نهادهایی که ساختن، نهادسازی که اتفاق افتاده، دنیا رو کنترل میکنن. خودشون نمیتونن دیگه بی‌اعتبارش کنن بیش از اینکه شده. یهو تو مجمع عمومی میاد مثلا بیش از 178 کشور رای میدن به یک چیزی، 3 تا کشور مخالفن، یکیش آمریکاست. چیزی نمیمونه که. به همین علت مجبورن در نهایت بپذیرن حکم لاهه رو. و اسرائیل امروز اینجا ایستاده، نتانیاهو امروز اینجا ایستاد که گیت از این خراب شده که توش هست هیچ جا نتونه بره. هیچ جا. و وجهشون خرابه. الان آیا ایران امنیتیه تو منطقه یا اونا؟ نگاه دنیا به ایران یک نگاه صرفا مثلا این هراسگونه هست یا نسبت به اسرائیل؟ همه چی برگشت به نفع ما برگشت. بعد از این هم هر چی ادامه بدن تو باطلاق خودشون گیر میکنن. هنوز بعد از 8 ماه این همه بمب های 2000 پوندی مینداختن رو سر مردم، هنوز 60% حماس به دای پولیتیکو هست، تونل ها هست، تو کلی هم جذب نیرو کرده. چند سال بعد به جنگی چقدر تلفات؟ هر روز هم که داره فیلماش میاد فوش فوش دارن کشته میدن تلفات اسرائیلی، خیلی بالا سربازاشون. خب تو این شرایط من فکر کنم حماس و فلسطین به یک پیروزی تاریخی دارن نزدیک میشن، خیلی نزدیک. و یه فرصت داشت نتانیاهو که توافق کنه ولی از دست داد و تو اون بازی افتاد. و به هر حال اینکه منطقه ماست، تو منطقه ما یک تفکری مثل تفکر اسرائیلی ها غیر ممکنه. یک کشور فلسطین، همه یک رای. ممنون از اینکه همراه بودید. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.